اولین روز تشییع جنازه قاسم سلیمانی در ایران از اهواز تا مشهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم میگوید انتقام محدود به انتقام نظامی نخواهد بود. ما رویکرد خیلی متفاوتی در پیش گرفتیم. به رژیم ایران گفتیم که بسه. دیگه نمیتونید از نیروهای نیابتیتون استفاده کنید و فکر کنید که کشورتون امن میمونه. ما به اقدام تصمیم گیرندگان اصلی پاسخ خواهیم داد. مقامات جمهوری اسلامی که مسبب این تهدیدها هستند. در هر شرایطی از مردم آمریکا محافظت میکنیم. تهدید ترامپ به زدن 52 مکان ایرانی در صورت حمله ایران به آمریکایی‌ها. ظریف میگوید هدف گرفتن اماکن فرهنگی جنایت جنگی است. همچنین در برنامه امشب گام نهایی ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای. جمهوری اسلامی همه محدودیت‌های برجام را کنار گذاشت. رأی پارلمان عراق به اخراج نظامیان خارجی. مجلس همچنین خواهان انحصار سلاح در دست دولت شد. و واکنش افغان‌ها به کشته شدن قاسم سلیمانی، نماد مبارزه با گروه‌های افراطی یا عامل سیاست‌های مرگبار ایران در منطقه؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. صدها هزار نفر در اهواز و مشهد در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شرکت کردند. فرمانده‌ای که شهرتی افسانه‌ای پیدا کرد و تبدیل به نماد بلند پروازی‌های منطقه‌ای ایران شد. پارلمان عراق در نشستی فوق‌العاده به خروج فوری نیروهای آمریکایی از این کشور رأی داد. قاسم سلیمانی، ابو مهدی مهندس از فرماندهان هشت شبی و هشت تن از همراهانشان در حوالی فرودگاه بغداد در کمین پهپادهای آمریکایی گرفتار شدند. قتل قاسم سلیمانی ایران را تکان داد. منطقه را در حیرت فرو برد و به سرعت ابعادی جهانی پیدا کرد. ایران در تازه‌ترین واکنش به تمام تعهدات خود در زمینه محدودیت غنی‌سازی اورانیوم پایان داد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که اگر ایران بخواهد این حمله را تلافی کند بهای سنگین پرداخت میکند و آمریکا از همین حالا ده ها هدف را نشانه گرفته. حکومت ایران با برگزاری تشییع جنازه گسترده و نمادین به دنبال چیست؟ چطور آمریکا تا این اندازه بی پرده از حمله این نظامی حرف میزند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. تصاویر تلویزیون دولتی ایران از تشییع جنازه قاسم سلیمانی و همراهانش که پنجشنبه شب در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدند. اینجا در اهواز ده ها هزار نفر اجساد را تشییع کردند. خیلی ها خواستار انتقام هستند. شما یه سیلی به ما زدی، ولی یه اردنگی بهت میزنیم که نه تنها تو خاورمیانه، بلکه تو کاخ سفید خودت هم نتونی بشینی. فقط همینو بگم، انتقام سخت در راه است. مقام های ایران میگویند در مجموع ده نفر در این حمله کشته شدند که پنج نفر از آنها از افراد سپاه قدس بودند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفته است که از قاسم سلیمانی تنها دست او سالم باقی مانده است. در این حمله ای که یک پهپاد آمریکایی با دو موشک دو اتومبیل آنها را هدف قرار داد. جسد ابو مهدی مهندس فرمانده هشت شعبی هم که در همین حمله کشته شد اینجا امروز تشییع شد. یک مقام هشت شعبی گفته علت انتقال جسد او به ایران انجام آزمایش دی ان ای بر روی بقایای اجساد است تا بشود آنها را شناسایی و تفکیک کرد و بعد به خاک سپرد. چند ساعت قبل از تشییع جنازه امروز در آمریکا دونالد ترامپ در توییتر علیه هر نوع انتقام‌جویی از طرف ایران هشدار داد و تهدید به حمله کرد، حتی به مراکز فرهنگی. ما 52 سایت ایران معادل 52 گروگان آمریکایی که ایران خیلی سال پیش گرفت که برخی دارای ارزش و اهمیت بالا برای ایران و فرهنگ ایرانی هستند را در تیررس داریم و به این اهداف و به خود ایران به سرعت و به شدت حمله خواهد شد. آمریکا دیگر هیچ تهدیدی را تحمل نمی‌کند. در پاسخ وزیر خارجه ایران بلافاصله تهدید رئیس جمهوری آمریکا به حمله به مراکز فرهنگی ایران را جنایت جنگی توصیف کرد. دونالد ترامپ که روز جمعه با ترورهای بزدلانه مرتکب نقض سنگین قوانین بین المللی شد، بار دیگر تهدید به نقض هنجارهای بنیادین کرده. هدف گرفتن اماکن فرهنگی جنایت جنگی است. <تص->
در مجلس امروز این نمایندگان برای یک بار هم که شده ظاهراً یک صدا. آقای ترامپ این صدای ملت ایران است. آقای ترامپ شما جنایتی بزرگ مرتکب شدید. نام شما را در تاریخ جهان همردیف جنایت کودتای 28 مرداد و جنایت دیگر آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت می‌کند. ملت ایران شما را نمی‌بخشد و سزای این گستاخی صفاکانه را خواهید چشید. در لبنان همپیمان ایران رهبر حزب الله امروز از طریق تلویزیون در مقابل این جمعیت در جنوب بیروت قول انتقام جویی داد. او از همه همپیمانان ایران خواست هر جا که هستند به نیروهای آمریکایی ضربه بزنند. پایگاه های آمریکا، کشتی های جنگی آمریکا و هر سرباز آمریکایی در منطقه ما، در کشورهای ما و در سرزمین های ما هدف هستند. ارتش آمریکا ارتشی است که آنها را کشته و باید تاوان آن را بپردازد. جیش آمریکی هو الذی قتل هؤلاء و هو الذی سیدفع الثمن. در واشنگتن مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با تلویزیون فاکس از اقدام کشورش دوباره دفاع کرد. او گفت پیام به ایران این بود که دیگر بس است. ما رویکرد خیلی متفاوتی در پیش گرفتیم. به رژیم ایران گفتیم که بسه. دیگه نمیتونید از نیروهای نیابتیتون استفاده کنید و فکر کنید که کشورتون امن میمونه. ما به اقدام تصمیم گیرندگان اصلی پاسخ خواهیم داد. مقامات جمهوری اسلامی که مسبب این تهدیدها هستند. در هر شرایطی از مردم آمریکا محافظت میکنیم. در لندن این وزیر خارجه بریتانیا که امروز به بی بی سی گفت راهی واشنگتن است تا راهی برای کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا در منطقه پیدا کند. ایران مدت هاست که فعالیت‌های به شدت بی‌ثبات کننده ای داشته که بخش‌هایی از آن نتیجه فعالیت‌های ژنرال سلیمانی بوده. ما همچنین شاهد نقض قوانین بین‌المللی از طرف ایران بودیم. از تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای گرفته تا رفتار بسیار بد با دوتابعیتی‌های زندانی. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری فرانسه در را برای یک راه حل دیپلماتیک باز گذاشتند. اما رهبری ایران تصمیم گرفته که این مسیر را انتخاب نکند. اما ما باید با آینده به دقت نگاه کنیم و تنش‌ها را کاهش دهیم. ما نمی‌خواهیم شاهد یک جنگ بزرگ در این منطقه باشیم. در ساعت‌های گذشته بقایای اجساد قاسم سلیمانی و همراهانش در مشهد هم تشییع شد. بعد از آنکه با هواپیما آنها را به مشهد منتقل کردند. قرار است تشییع جنازه او فردا در تهران و قم برگزار شود و روز سه‌شنبه در کرمان زادگاه او. روزهای توأم با خشم و اندوه خیلی ها در این شرایط خطرناک و غیر قابل پیش بینی. کسری نجی بی بی سی. کرستن فانتن روز از مشاوران پیشین دونالد ترامپ در امور خلیج فارس در شورای امنیت ملی آمریکا و مدیر بخش امنیت خاورمیانه شورای آتلانتیک از استودیو ما در واشنگتن به برنامه پیوسته. خانم فانتن روز، هیچ رئیس جمهوری آمریکا به اندازه آقای ترامپ بی پرده حرف از حمله به ایران نزده، مثلا حرف از حمله به 52 نقطه که حتی میتونه اماکنی فرهنگی باشه، چرا آقای ترامپ چنین لحنی رو انتخاب کرده و چنین روشی رو؟ لحن عجیبی که آقای ترامپ داره استفاده میکنه مربوط میشه به شرایط عجیبی که در ایران داریم میبینیم. برای همین که میبینید که شرایط خیلی عجیب هست، میبینید چقدر جدی هست. اون 52 مکان شاید اون در واقع جاهایی است که ممکنه مورد حمله قرار بگیرن. این لیست هایی هست که اگه لازم بشه اون وقت آمریکایی‌ها میتونن حمله بهش بکنن. ما میخوایم به نوعی عملا تا میتونیم نیروهای سپاه رو کمتر بکنیم و غیر نظامی ها کمتر آسیب ببینن. این چیزی است که آقای ترامپ گفته. این چیزی نیست که در جلسات
بهش راجبش بحث بشه. میدونین ما هیچ وقت نمیگیم کجاها رو قراره بزنیم، هیچ وقت نمیگیم که چه جاهایی قراره، فقط گزینه ها شاید بررسی بشه، یک سری گزینه ها. فکر میکنم در واقع آقای ترامپ شاید میخواسته بگه که ما یک تفکراتی داریم و میدونیم که قدم های بعدیمون چه هست. دولت آمریکا یک مقام نظامی رسمی رو در یک کشور دیگه بدون رضایت کشور میزبان هدف قرار داده، بعد الان حرف از این میزنه که باید ایران قواعد بین المللی رو رعایت کنه. آیا خود دولت آقای ترامپ از نظر بسیاری در مزان اتهام نیست که قوانین بین المللی رو رعایت نمی کنه؟ بر اساس دولت آمریکا در واقع قوانین بین المللی اینجا نقض نشده. دلیل اینه که وقتی سپاه قدس از نیروهاش استفاده میکنه که حمله بکنه، حمله راکتی در کرکوک میکنه به ما و ما رو در یک نوع درگیری مستقیم با ایران قرار میده. این چیزیه که مسائل بین المللی رو به وجود میاره. این در واقع آمریکا داره در دفاع از خودش میکنه. وقتی دولت عراق جواب نداد به اون چیزی که ما گفتیم ازشون خواستیم که در به حمله به اون پایگاه یک جوابی بدن، دولت عراق عملاً توانایی این رو نداره که حضور آمریکایی ها رو در اونجا ازشون دفاع بکنه. بنابراین این حق آمریکا هست که پاسخ بده در دفاعی که باید از خودش بکنه به اون حمله ها. الان دولت عراق، در حقیقت پارلمان عراق، تصمیم گرفته که نیروهای آمریکایی رو از عراق اخراج بکنه. از همین حالا دولت آمریکا متوجه دشواری هایی که بعد از کشتن قاسم سلیمانی در خاورمیانه ایجاد شده هست؟ باید بپرسین که بازنده کی اگه آمریکا از عراق خارج بشه. اگه آمریکا بره، تمام آموزش هایی که برای نیروهای امنیتی هست، تمام در واقع چیزهایی که اونها دارن که با داعش بجنگن، تمام منابع مالی که آمریکا داره به اونها میده، اونها هم میره. بنابراین عراق میبازه اگه آمریکا بره. به علاوه همونطور که آقای ترامپ گفته، آقای ترامپ خیلی خوشحالتر هست که نیروهای آمریکایی برگردن به خونه. این اگه این اتفاق بیفته، این آقای ترامپ هست که برده. هیچ کسی نمیتونه اون جای خالی رو پر بکنه. اتحادیه اروپا نمیتونه، چین نمیتونه، روسیه نمیتونه بکنه و ایران هم تواناییشو نداره. بنابراین نیروهای امنیتی عراق تنها خواهند موند بدون هیچ گونه بدون هیچ تامین مالی و بدون نیروی لازم که بجنگن با داعش. بازگشت داعش ممکنه که دردسری بزرگ برای دولت عراق باشه، ولی بسیاری از تحلیلگران میگن که مشخصا منافع آمریکا در دراز مدت لطمه خواهد دید. آیا این چیزی هست که دولت آقای ترامپ و همینطور کاخ سفید متوجه اون باشه؟ خیلی سوال خوبی کردین. فکر کنم همه موافق هستن که اگر مردم عراق و مردم آمریکا با هم در تماس نباشند، اون وقت منافع ما درست نمیشه و اگر این اتفاق نیفته، اون وقت ایران هست که بی‌ثباتی در منطقه رو میاره و به نفع ایران و آمریکا هست که این به نفع آمریکا و عراق هست که این روابط رو محکم نگه دارند، که اجازه ندن که ایران نقش بی ثباتی کننده‌ای در عراق بازی بکنه. اون چیزی که ما داریم می‌بینیم اینه که باید دولت عراق یه راه میانه‌ای پیدا بکنه، یک جایی رو در نظر بگیره که آمریکایی‌ها بتونن اونجا بمونن، ولی در این حال راهی پیدا کنه که بتونه با همسایه‌هاش از جمله ایران طوری رابطه‌اش رو برقرار بکنه که برخلاف توافق مردم عراق، اونها نتونن حضور آمریکایی‌ها رو مورد تهدید قرار بدن در عراق. یک بار در زمانی که باراک اوباما در قدرت بود، آقای ترامپ در توییتر نوشت که نگذارید آقای اوباما وارد جنگ با ایران بشه، به خاطر اینکه ممکن از این جنگ بهره انتخاباتی ببره. حالا بسیاری از منتقدان آقای ترامپ میگن که اگر جنگی در بگیره، بیشتر اهدافی انتخاباتی داره از طرف آقای ترامپ. شما چی فکر میکنید؟
فکر میکنم نه اصلا اینطور نیست. اصلا به نفع هیچ سیاستمداری نیست که وارد جنگ با ایران بشه، به خصوص وقتی انتخابات در پیش هست. اگه شرایط متفاوتی بود من اینو قبول میکردم، ولی فکر نمیکنم نه آقای اوباما نه آقای ترامپ هیچ وقت میخواستن که برن به جنگ. و من میفهمم عقلانیتی که پشت این قضیه هست. به هیچ عنوان رفتن به جنگ با ایران باعث نمیشه که اونها انتخاب بشن در انتخابات. مردم آمریکا به هیچ عنوان نگاه محبوبی نخواهند داشت به کسی که وارد میشه به یک درگیری نظامی در یک کشوری که بسیار دور هست از آمریکا. تنها چیزی که ممکنه اینو تغییر بده اینه که ایران حالا یا از خواسته یا ناخواسته یک در واقع تصمیم اشتباهی بگیره، و اون وقت این تصمیم و اون اقدام باعث بشه که ذهن مردم آمریکا تغییر بکنه در این زمینه، و اون وقت اونها به لحاظ ذهنیت قبول بکنند که دولت آمریکا بره وارد جنگ بشه. بنابراین تمام این بستگی داره به نگاه مردم آمریکا. در حال حاضر طرفداران آقای ترامپ فکر میکنن که تصمیم درستی گرفته که آقای ترامپ که قاسم سلیمانی رو کشته، و فکر میکنن که این در واقع تا زمانی که این در واقع اختلاف نظرها و این رفت و آمد این کارها چه بشه، فکر میکنم به نظر میسته که باید به دنبال راهی برای تنش زدایی بگردیم. ولی خب آقای ترامپ در داخل آمریکا با مشکلات زیاد دست به گریبان هست. یکیش مسئله استیضاح آقای ترامپ توسط دموکرات هاست. تا همینجا آقای ترامپ میگه که تونسته مقبولیت عمومی رو در حزب جمهوری خواه کسب بکنه. خود آقای ترامپ پیامی رو منتشر کرد که حدود 95% محبوبیت داره در این حزب. تاریخ معاصر آمریکا هم نشون میده که جنگ دست کم در کوتاه مدت باعث مقبولیت بیشتر رئیس جمهوری ها شده. اینها کافی نیست از نظر شما؟ بله، باعث محبوبیت در گذشته شده، ولی الان چیزی که از آمریکایی‌ها می‌فهمیم اونا خسته شدن از جنگ. دوباره میگم اگر یک اقدامی انجام می‌شد علیه آمریکایی‌ها که اون وقت ذهنیتشون عوض بشه، غیر از اون نمی‌بینم که واقعا چطور کسی بره حمایت بکنه از این جنگ. من ببینیم محبوبیت فکر نمی‌کنم محبوبیت هیچ کس هیچ سیاستمداری در دنیا انقدری که شما گفتیم بالا باشه، ولی اتفاقی که افتاده اینه که بله تقریبا همه مردم آمریکا حمایت می‌کنن از تصمیم آقای ترامپ در مورد حمله به قاسم سلیمانی، ولی فکر نمی‌کنم که این کار او به خاطر این بوده که کمکش بکنه که در انتخابات دوباره پیروز بشه. ممنونم از کرستن فانتن روز، از مشاوران پیشین دونالد ترامپ در امور خلیج فارس در شورای امنیت ملی آمریکا، و همینطور مدیر بخش امنیت خاورمیانه شورای آتلانتیک از استودیوی ما در واشنگتن. باید اضافه بکنم که لحظاتی پیش خبر اومد که ایران تمام محدودیت‌های عملیاتی برنامه هسته‌ای خودش رو کنار میگذاره، به عنوان گام آخر یاد شده، گام آخر کاهش تعهدات برجامی. بر اساس خبری که از ایران به دست ما رسیده، دولت ایران دیگه با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی مثل افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و همینطور میزان مواد غنی شده و علاوه بر اینها توسعه فعالیت‌های تحقیقی مواجه نیست و هیچ محدودیتی رو هم در تعداد سانتریفیوژها نمیپذیره که قبلا بر اساس برجام پذیرفته بود. ضمن اونها لحظاتی پیش خبر اومد که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که برای قاسم سلیمانی سوگواری نمیکنه. قبل از او وزیر خارجه بریتانیا گفته بود که البته به آمریکا حق میده که فردی مثل قاسم سلیمانی رو از میان برداره، ولی اشاره کرده بود که باید تنش‌ها کم بشه، و گفته شد که او قصد داره به آمریکا سفر بکنه، بلکه بتونه با مقام‌های آمریکایی در این زمینه صحبت بکنه. همین الان جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا رو با خودمون داریم. آقای استرو، شما با مقام های ایران از نزدیک آشنا هستید، مسائل بین الملل رو هم به خوبی میدونید. آیا شرایط به گونه ای هست که جنگی دیگه در خاورمیانه گریز ناپذیره؟ Well,
فکر میکنم خیلی نزدیک شده احتمال یک جنگ با ما، به خصوص بعد از تصمیم آقای ترامپ برای ترور آقای قاسم سلیمانی. این قطعیه به نفع جمهوری اسلامی یا آمریکا نیست که برن وارد یک جنگ تمام عیار بشن. قطعا اگر یک جنگ درست و صحیح تمام عیار باشه آمریکا میبره و باعث میشه که ایران از بین بره، اما عواقب و پیامدهای سیاسی اون برای آمریکا بسیار بسیار جدی خواهد بود. آقای ترامپ ذهنیتش در واقع با یک ذهنیتی داره وارد این مسئله میشه که هر کاری که آقای اوباما انجام داده اونها رو برعکس انجام بده و شاید این وسواس رو هم داره که بتونه در انتخاباتی که داره پیش رو هست در ماه نوامبر اون رو هم ببره. و آخرین چیزی که میخواد اینه بخواد اتفاق بیفته اینه که یه جنگی اتفاق بیفته که در این جنگ چیزی معلوم نیست که چه اتفاقی میفته. اگر جنگی باشه که آمریکا بتونه اون رو ببره که خیلی سخت است، اگر مشابه اون رو در نظر بگیم مثلا مثل چیزی که برای ویتنام 40 سال پیش اتفاق افتاد، در نهایت اونها باختند اونجا، در نهایت آقای ترامپ در شرایط مشابهی بود 4 سال پیش و اون موقع گفت که گفت میخواد از دخالت‌های یا حضور آمریکا رو در خاورمیانه کاهش بده، اما حالا یک جنگ به شدت در همین خاورمیانه براش بد خواهد بود. به همین دلایل من فکر نمی‌کنم یه جنگ تمام عیار رو شاهد باشیم، ولی هر دو طرف باید تلاش بکنن که عقب برن چند قدم. و من از دیدگاه جمهوری اسلامی میفهمم که این الان خیلی سخت است، به این دلیل که ترور قاسم سلیمانی براشون خیلی شوکه کننده بوده و برای مردم، به خصوص برای مردم ایران و به همین طور برای همه دنیا. از کشته شدن قاسم سلیمانی به عنوان ترور نام بردید، عمل آمریکا رو شما عملی مشروع و نوعی دفاع از خود میدونید؟ من میتونستم بگم کشته شده. منظورم قضاوت نبود در مورد اتفاقی که افتاده. این چیزی نیست که مثلا بریتانیا انجام بده. فکر میکنم آقای ترامپ از نظر خودش این اقدامی قانونی بوده بر اساس اون چیزی که در آمریکا میدونن. مثلا اینکه ولی واقعا اینکه بر اساس قوانین بین المللی این واقعا یک عمل مشروع بوده اون رو نمیتونم من بگم. در آمریکا آقای قاسم سلیمانی رو به عنوان یک دشمن خودشون میشناختن، ولی مسئله یه چیزیه که شما در جنگ یه نفر رو بکشید تا اینکه یک نفر رو در شرایطی که الان شاهدش بودیم بکشیم. میبینم که چرا، میفهمم چرا آمریکا به لحاظ تاکتیکی این کار رو انجام داده، ولی این استراتژی که اونجا دارن خیلی عجیب هست. قاسم سلیمانی قطعا خیلی اذیت میکرد آمریکا رو، اما در این حال شخصیتی بود که نفوذ بسیاری داشت در ایران و در شرایط خاص میتونست نقش سازنده بازی بکنه برای بازسازی روابط با غرب و به خصوص با ایالات متحده. دامینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا به واشنگتن سفر میکنه، بوریس جانسون هم لحظات پیش اظهار نظر کرد. در این شرایط چه کاری از دولت بریتانیا ساخته است؟ کاری که دولت بریتانیا میتونه بکنه اینه که در قدم اول با شرکای اروپاییش به خصوص فرانسه و آلمان کار بکنه. آلمان و فرانسه و بریتانیا بودند که یک پرونده‌ای رو درست کردن در ابتدا که در نهایت به برجام ختم شد، که ما در نهایت تونستیم آمریکا رو هم وارد این مذاکرات بکنیم. کار دومی که میتونه بوریس جانسون و دامینیک راب
انتخاب میتونن انجام بدن این هست که بتونن نفوذ بکنند و همین به آقای ترامپ و روی آقای پومپو که قدم‌های بعدی رو که میخوام بردارن چه باشه. قاسم سلیمانی مرده، هیچ کاری نمیشه کرد که اون رو برگردونیم زنده بکنیم دوباره. فکر می‌کنم خیلی مهم هست که آمریکا چند قدمی عقب بره و فکر بکنه که قدم بعدیش چه میخواد باشه و صبر کنه ببینه قدم بعدی ایران چه میخواد باشه. من چیزی که میفهمم فکر می‌کنم آقای ترامپ قول الان صحبت کرده راجع به 52 تا هدف در ایران و گفته که اینها رو میزنه اگر ایرانی‌ها قدمی علیه آمریکا بدن. این واقعا غیر قابل قبول، خیلی بچگانه خواهد بود که اگه فکر کنیم که او چنین تصمیمی رو جدی گرفته. بنابراین امیدوارم آقای راب بتونه به آمریکا بگه نگاه کن واقعا این که شما رفتید یه عدد 52 رو پیدا کردید که عددی است که دیپلمات‌های آمریکایی در ایران در سال 1979 تا 1981 گرفته شده بودن، این که شما برین حالا 52 تا هدف پیدا بکنید و در این زمان فکر می‌کنم واقعا یه روش غیر قابل قبول برای یک سیاستمدار بین‌المللی در حد رئیس جمهور آمریکاست که رفتار بکنه. با ایرانی ها از نزدیک گفتگو کردید، گفتگوهای هسته‌ای و همینطور در زمینه های دیگه، اگه بخواید در این شرایط توصیه‌ای به ایرانی ها بکنید به مقام های جمهوری اسلامی چی میگید؟ چیزی که من بهشون میگم اینه که خیلی باید با دقت فکر بکنن قبل از این که هر گونه اقدامی بخوام بکنن. من فشاری رو که اونها الان تحتش هستن کاملا میفهمم. از نگاه ایران و از دیدگاه ایران احساس این نوعی کنه که تهدید شده از همه طرف و از همه طرف تحت فشار قرار گرفته، به خصوص توانایی دفاعیش به شدت کاهش پیدا کرده. بنابراین یه وسوسه‌ای وجود داره که آدم کاری بکنه، وارد حملات نامتقارن بشه و استفاده از جنگ نیابتی در منطقه بکنه، مثلا از طریق حزب الله یا حشر شعبی در عراق یا در سوریه مثلا بیاد اهدافی رو پیدا بکنه که بتونه برای آمریکا بد باشه، مثلا در واقع تأسیسات نفتی عربستان یا حتی اسرائیل. این فشاری است که الان جمهوری اسلامی تحتش قرار گرفته، ولی خیلی با دقت اونها باید فکر کنن که بعد از اون چه اتفاقی میفته، قدم بعدی چیه. و در یک نقطه هر چقدر هم که در واقع اگه به هر حال این مذاکرات بین ایران و آمریکا شکل بگیره، اگه شکل نگیره اون وقت فکر نمی‌کنم این به نفع هیچ کدوم از طرف‌ها باشه. فکر نمی‌کنم رهبر ایران حاضر باشه مذاکره بکنه و همینطور اون پیش شرط‌هایی که آقای ترامپ گذاشته قابل قبول نیست. ولی افرادی هستن در هر دو طرف که می‌فهمن که در نهایت تنها از راه مذاکره میشه به یک نتیجه رسی. اگه قرار هست که زندگی آدم‌ها در ایران به شرایط عادی گذشته برگرده و این شرایط بدی که الان ایرانی‌ها دارن باش مقابل هستن، تنها از طریق مذاکره تنها این راه میشونه برگرده. آقای استرو، شما بسیار نگران چیزی هستید که ممکنه بعد از این رخ بده. اگر جنگی شروع بشه، از نظر شما کدام سناریو محتمله؟ لیبی، سوریه، تغییر رژیم در ایران با یک رژیم یا حکومت طرفدار غرب، یا اصلا چیزی غیر از اینها؟ ببینین، جان بولتون، استراتژی جان بولتون برای ایران این بود که اگر ما فشار زیادی بذاریم روی دولت ایران، اونها فرو میریزه رژیم اسلامی و اون وقت یک دولت یا یک رژیم
حامی غرب میاد سر کار. من هیچ وقت فکر نکردم که این مسئله واقع بینان است. هیچ شواهدی وجود نداره که چنین اتفاقی بیفته. من در کتابم راجع به این نوشتم که اتفاقا احتمال بسیار زیادی وجود داره که به صورت جدی حاکمیت و حاکمیت قانون در داخل ایران فرو بریزه. و این چیزی بود که دو سال پیش در 2018 و همینطور چند ماه پیش در ایران اتفاق افتاد و من فکر میکنم این سناریویی هست که اتفاق میفته و اون وقت میبینیم که سپاه بر سر کار خواهد اومد و یک دیکتاتوری نظامی رو شاهد خواهیم بود. و این چیزیه که در دوره در دهه 1970 افتاد بعد از پایان دوره شاه و این برای مردم ایران هم بدتر خواهد بود. بنابراین همه چیز تو هواست این ما میگیم، ولی هر چیزی ممکنه در یه لحظه اتفاق بیفته و بعد رژیم تغییر کنه. دولت ایران اگر آمریکا دوست داشته باشه یا نداشته باشه، به هر حال حامیانی در داخل ایران داره. مردم تشنه آزادی هستن در داخل ایران که به خصوص به همین خیلی باعث شده که اونها دست رد به سینه دولت بذارن در چند سال گذشته. ولی اگه به من بگین که چه اتفاقی میفته، اون وقت من فکر میکنم که هرچی فشار بیشتری از طریق آمریکا روی ایران گذاشته بشه، اون وقت تندروها در داخل ایران بیشتر قدرت خواهند گرفت و این برای مردم ایران در داخل بدتر خواهد بود. ممنونم از جک استرو، وزیر خارجه پیشین بریتانیا با ما. کشته شدن فرمانده سابق شاخه برون مرزی سپاه پاسداران در میان افغان‌ها واکنش‌های متفاوتی داشته. رهبران حکومت و بسیاری از چهره‌های سیاسی افغان مرگ او را تسلیت گفتند، ولی در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تند میان افغان‌های خوشبین و بدبین به قاسم سلیمانی در گرفته. نام او با تحولات مربوط به افغانستان گره خورده، از حمایت از نیروهای ائتلاف ضد طالبان گرفته تا سربازگیری از میان مهاجران افغان ساکن ایران برای جنگ با داعش در سوریه و عراق. منتقدانش او را متهم می‌کنند که از ناچاری مهاجران افغان سوء استفاده کرده و آنها را برای منافع ایران و گروه‌های همپیمانش در منطقه به کشتن داده، اما هوادارانش او را نماد مقاومت علیه گروه‌های افراطی و سلطه طلبی آمریکا در منطقه می‌دانند. محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان از کابل با ما هستند. آقای محقق، شما از قاسم سلیمانی به عنوان شهید و سرداری بزرگ و مجاهدی اعتدالگرا یاد کردید. هیچ وقت با ایشون کار کرده بودید؟ هیچ وقت ایشون رو از نزدیک دیدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان تلویزیون بی بی سی. بله، به دلیلی که جمهوری اسلامی ایران کشور همسایه ما هستند و کشور هم زبان و هم فرهنگ، و در تمام تحولات سیاسی چهار دهه گذشته شخصیت هایشان هم دیگر رو میشناختن، چنانچه ما آقای روحانی رو میشناسیم، آقای ظریف رو میشناسیم، آقای خاتمی رو میشناسیم، کسایی که در سیاسی بودن یا در سه نظامیشان بودن، همچنان آقای سلیمانی رو، اینا رو همه شخصیت های افغانستان همدیگر رو میشناسن. و آقای سلیمانی در ارتباط نزدیک با دولت اسلامی افغانستان کار کرد، با جناب استاد ربانی، با جناب آقای مسعود شهید قهرمان ملی، و همچنین ماها با ایشان شناخت داشتیم. آدمی بود که در برابر تروریسم استادگی بسیار مهمی کرد. آقای محقق، بیشتر منظورم در سالهای اخیر بود. مثلا آخرین باری که شما با قاسم سلیمانی گفتگو کردید کی بوده؟ در سالهای اخیر زیاد، چون دولت ما به گونه بود که بیشتر روابط خارجی در دست دولت بود، در این شرایط ها کمتر دیدیم. یک وقتی آقای رفسنجانی خدا رحمت کنه وفات کرد، در جریان وفاتشان که رفتیم دیگه شخصیت ها را هم دیدیم، اونا هم دیدیم اونا را.
اما بیشتر آشنایی ما در دوران حکومت استاد ربانی بود که ایشان با حکومت و با وزارت دفاع و با شهید احمدشاه مسعود از نزدیک کار میکرد. چقدر از نزدیک آقای اسماعیل قاآنی رو میشناسید؟ فردی که به عنوان جانشین قاسم سلیمانی تعیین شده. آقای قاآنی را زیاد با ایشان نبودیم. یگان مرتبه‌ای که در کابل آمدند در خلال حیاتایی که در کابل آمدند اونا را با آقای طاهریان و بعض دوستای دیگه‌شان در کابل می‌دیدیم. گاهی وقتی حیات آمدند شاید در مجموع آقای قاآنی را هم گاهی دیدیم. بسیار خوب. سپاه قدس شماری از افغان‌ها رو سازماندهی می‌کرد، به جنگ سوریه می‌برد. هنوز هم هستند اینها. شما با این حرکت موافقید؟ البته سیاست دولت ما و موضع‌گیری ما این نبود، برای اینکه ما بیشتر سعی می‌کردیم که سرسامان بدهیم اوضاع کشور و مملکت خود ما را. اما این که بچه‌های افغانی اونجا یا داوطلب یا به هر دلیلی اونجا اشتراک کردن، اونا بحث دیگری بود که ما در اون رابطه از چند چونش زیاد اطلاع هم نداریم. اما اون چیزی که سیاست ما بود، سیاست ما بیشتر تمرکز روی داخل بود. خب حالا که آقای سلیمانی کشته شدند چی فکر میکنید؟ شما نوعی تسلیت و همدردی کردید با آقای سلیمانی که ممکنه کاملا شما رو در مخالفت با دولت آمریکا قرار بده و آمریکا رابطه‌ای بسیار نزدیک و استراتژیک با دولتی داره که شما در این دولت وظیفه رسمی دارید؟ ببینین یه مسئله همسایه‌داری ما با کشورهای منطقه و مشترکات فرهنگی و مشترکات دینی و زبانی و قومی که ما داریم در اطراف کشور ما، مثل ایران و ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان و پاکستان، که بسیاری از اقوام افغانستان که هستند در این کشورها مثلا قوم دارن، خیش دارن. مثلا ما در شمال ازبک ها و با ازبکستان بسیار نزدیک قرابت قومی دارن، ترکمن های ما با ترکمنستان، تاجیک ها هم با تاجیکستان و همچنین همگی با ایران روابطی داریم. 2-3 میلیون نفوس اونجا مهاجرن و همچنین با پاکستان که همزبان های ما، مردم ما در اون طرف هستن. ما به خاطر دوستی با یک کشور با کشور دیگر دشمنی نمی کنیم. چون آمریکا با ایران دشمن هست، ما نمیتونیم دشمن باشیم. و بالعکس همچنانه که اگر ایران هم یک وقتی مناسباتش با آمریکا در سرحد دشمنی میره، ما در اون دشمنی با شریک نمیشیم. و این رو باید آمریکا و ایران همهشان بدانن که ما یک کشور مستقلی هستیم، روابط متناسب خود با همه جهان داریم، با برادرای ایرانی، برادریم و همسایه، با کشورهای کمک کننده که در افغانستان نیرو دارن تا هنوز دوستی داشتیم و همچنین در کشورهای مختلف ما روابط داریم. ما خودم مستعمره و برده نیستیم که اگر یک کسی قهر بود با کسی دیگه، ما به خاطر او با کسی سرنامالک نکنیم. آقای محقق، اگر کار به تنش بکشه چه خواهد شد؟ در هر صورت یکی از نگرانی هایی که این روزها بسیار بالا گرفته احتمال جنگ بین ایران و آمریکا هست. در اون صورت شما چه خواهید کرد؟ همین الان نیروهای سنتکام یا یکی از بخش‌های مربوط به ارتش آمریکا گفته که از مراکزی در افغانستان مثلا برای سوختگیری استفاده شده، سوختگیری هواپیماهایی که ممکنه در جاهای علیه ایران به کار بیفته. دولت افغانستان یک پیمان امنیتی با آمریکا داره و در اونجا به صراحت ذکر شده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری نمیشه استفاده کرد. و فعلا ما با مو مسئله پایبند هستیم و حکومت ما هم به اون موضوع را به آقای روحانی و آقای که رئیس جمهور افغانستان، با آقای روحانی تلفنی تماس داشتن و اونجا تذکر دادن که ما مطابق قطعنامه امنیتی که داریم
از خاک ما هیچ کسی علیه کس استفاده نمیتونه و اونا هم آقای سلیمانی را تسلیت گفتن برای روحانی، یعنی به خاطر از اینکه ما دو کشور همسایه و مسلمان نزدیک هستیم نمیتونیم که بر روی بسیار واقعیت‌های بین دو کشور پرده بندازیم و با هم ارتباط نداشته باشیم. آقای محقق، شما آقای سلیمانی رو شهید توصیف کردید ولی در مورد خود عملکرد آمریکا اظهار نظری نکردید. آنچه که آمریکا انجام داده در عراق از نظر شما کاری مشروع بوده یا نامشروع و محکوم؟ اوش زیاد به ما تعلق نمیگیره، این مربوط به خود مردم عراق و مردم دولت و ملت عراق است. شما میتونین که نظریاتی که آمریکا خوب کار کرده یا خوب نکرده قوانین بین الملل مطالعه بکنین و همچنین موضع‌گیری‌های عراق، عراقی‌ها اگر خوب گفتن که خوب کار کرده خونه خوب کار کرده، اگر نه که اونا رد کردن محکوم کردن دیگه، او باز مربوط به بین آمریکا و بین عراق میشه. در اونجا ما زیاد نمیخوایم تبصره کنیم. آقای محقق، من میفهمم موضع دولت عراق یا دولت ایران یا بعضی از دولت‌های دیگه، ولی شما هم رهبر جریان سیاسی در افغانستان هستید، هم اشاره کردید که در گذشته با ایران روابطی داشتید، هنوز هم روابطی دارید. موضع شما چیه؟ آیا حرفتون سکوت و بی‌طرفی؟ موضع ما یک موضع دولت خود و کشور خود ماست. ما نمیخوایم که دشمنی هایی که بین مملکت ها هستن درباره از اونا خود تقسیم کنیم که فلان کشور چون با فلان کشور دشمن است بیم که ما طرف یکش بگیریم. ما منافع خود داریم و اما قضاوتی که خوب میکنه که بد میکنه او را هم دنیا و هم سازمان ملل است و هم هر کشور از خود حق و حقوق دارن. اونا از صدای خود میکشن چنانچه مردم عراق و پارلمان عراق هم صدای خود کشیدن. ممنونم از محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان از کابل با ما. پارلمان عراق به خروج نیروهای خارجی از این کشور رأی داد. نمایندگان پارلمان به پایان حضور هر گونه نیروی خارجی در عراق رأی دادند و استفاده از حریم هوایی، دریایی و زمینی این کشور برای اهداف نظامی خارجی را ممنوع کردند. همچنین بر اساس این مصوبه داشتن سلاح باید در انحصار نیروهای دولتی باشد. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. اطلب من المجلس التصويت على القرار. نشست مجلس با 168 نماینده تشکیل شد، اندکی بیش از نصف. کردها و بیشتر عربهای سنی حاضر نبودند. ولقد اجمع اعضاء المجلس. نخست وزیر پیش از رأی گیری اعلام کرد که دولت او درباره لزوم خروج نیروهای آمریکایی از عراق به اجماع رسیده، اما بهتر دیده تصمیم را به مجلس واگذارد. تمت الموافقه على القرار. اکثریت قاطع نمایندگان حاضر رأی آری دادند. این رأی اگرچه دولت را ملزم می‌کند به حضور نظامی آمریکا پایان دهد، اما قانوناً می‌تواند به چالش کشیده شود. دولت کنونی عراق دولت مستعفی است و می‌تواند دارای صلاحیت قانونی اجرای این مصوبه شناخته نشود. حتی در صورت اجرای مصوبه هم بنابر پیمانهای میان آمریکا و عراق باید به ارتش آمریکا یک سال برای خروج نیروهایش فرصت داده شود. چالش دیگر این که خروج نظامی آمریکا از عراق یعنی خالی شدن پشت کردها و عربهای سنی. پایگاه های آمریکا همگی در مناطق کردنشین و سنی نشینند. اما اگر آمریکایی ها نخواهند بروند پیامد دیگری در راه است. القواعد العسكريه الامريكيه. خونبهای عادلانه با بیانی کاملا شفاف و واضح از اینها گرفته خواهد شد. پایگاه های آمریکا، ناوهای آمریکا و هر سرباز و افسر آمریکایی در منطقه ما. حذاء قاسم سليماني بيسوى
کفش قاسم سلیمانی به سر ترامپ و همه سران آمریکایی می‌ارزه. دبیرکل حزب الله لبنان همزمان با رأی‌گیری در مجلس عراق اعلام کرد که نیروهای مقاومت در منطقه کاری با تصمیم ایران ندارند. خودشان انتقام خون قاسم سلیمانی را با بیرون کردن آمریکا از منطقه خواهند گرفت. الامریکیون سیخرجون من منطقتنا مذلولین. آمریکایی‌ها با خفت و شکست و طرز از منطقه ما خارج خواهند شد، همانطور که قبلا خارج شدند. شهادت طلبانی که قبلا آمریکا را بیرون راندند هنوز هستند و شمارشان بسیار بیشتر از گذشته است. من منطقتنا ما زالوا موجودين. وقتی سربازها و افسرهای آمریکایی عمودی آمدند و افقی رفتند، ترامپ می‌فهمد که انتخابات را باخته. بازوهای ایران و هوادارانش در تمام منطقه امتداد دارند. ترور قاسم سلیمانی و خونخواهی او می‌تواند کل منطقه را میدان جنگ تازه‌ای با آمریکا کند. مرتضی فرهمند، BBC. نفیسه کوهنورد اینجاست به برنامه پیوسته. با این تصمیم پارلمان نیروهای ائتلاف در چه وضعی قرار میگیره؟ الان هنوز نتونستن مفهوم این تصمیم رو که در پارلمان هست بدونم. من با سخنگوی نیروهای ائتلاف صحبت کردم و گفت ترجیح میدیم که هیچ نظری فعلا ندیم، برای اینکه مفهوم این تصمیم رو هنوز نمیدونیم. اما همین امروز همزمان با نشست مجلس ائتلاف بیانیه‌ای داد و گفت به خاطر حملاتی که از طرف کتائب حزب الله به مقرهای اونها در عراق شده، الان اولویت برای اونها حفظ جان کارکنان و نیروهای ائتلاف هست. برای همین هم تمام فعالیت‌هاشون از جمله آموزش نیروهای عراقی و جنگ با داعش رو، کمک برای جنگ با داعش رو متوقف می‌کنن و منتظرن که ببینن وضعیت چی میشه. شرایط دشواریه، اینطور نیستش که همین الان بخوان خارج بشن از عراق. اما به هر حال وقتی صحبت از ائتلاف می‌کنیم، صحبت از 76 کشور می‌کنیم که تعداد نیروهاشون هم متفاوته. یک کشورهای مثلا 3 نفر رو فقط دارن به عنوان مشاوره، کشوری مثل آمریکا که بیشترین تعداد داره، بیشتر از 5200 نیرو بر روی زمین داره. خب بحث برای اینه که تا چه حد واقعا لازمه که نیروهاشون رو تحت فشار قرار بدن یا نیروهاشون رو در خطر بذارن. برای همین هم یک اختلاف نظری در بین نیروهای ائتلاف هم هست، در بین کشورهای ائتلاف هم هست که بمونن یا برن. به نوعی فشار هم بر روی عراق هم دارن میارن، چون به هر حال نیروهای عراقی هم نفع میبردن از این آموزش ها و کمک ها. موضع سرپرست نخست وزیر عراق عادل عبدالمهدی چقدر قابل انتظار بود؟ واقعا قابل انتظار نبود که اینطور صحبت بکنه عادل عبدالمهدی در نشست امروز. اول که خب یک مروری کرد به سیر تحولاتی که کار رو به اینجا رسونده، از دو طرف ماجرا رو تعریف کرد، هم از بی‌اعتمادی گفت که بین آمریکایی‌ها و بخشی از نیروهای عراقی، اشارش به 8 بود ولی مشخصا نگفت بخشی از نیروهای عراقی ایجاد شده بود، و اشاره کرد به حمله‌هایی که به پایگاه‌های نظامی آمریکا در داخل پایگاه‌های عراقی شده، و بعد به حمله آمریکا به پایگاه‌های کتائب حزب الله اشاره کرد و از کلمه شهید استفاده کرد که تعداد زیادی از عراقی‌ها شهید شدند. و برای همین هم بعد گفتش که چون به اینجا رسیدیم، به نفع آمریکا، به نفع عراق که این نیروهای خارجی و به خصوص نیروهای آمریکایی از عراق خارج بشن، چون دیگه دولت عراق هم نمیتونه امنیت اونها رو در حقیقت به عهده بگیره، تضمین بکنه. اشاره هم کرد به نیروهای مسلح که اینکه باید تحت کنترل کامل دولت قرار بگیرن. البته به این هم تاکید کرد که هشت شعبی زیر نظر نخست وزیریه و نیروهای دولتی محسوب میشه، یعنی یکی به نل زده که به میخ. اما نکته جالبترش این بود که بعضی از حرفهایی که گفت کاملا با حرفهایی که توجیهایی که مقامات آمریکایی در این چند روز آوردن برای توجیه حمله‌ای که کردن و
در حقیقت ترور قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، کشتن این دو فرمانده در قلب بغداد کاملا در تناقض بود، از جمله اینکه به ابو مهدی مهندس اشاره کرد که چطور اون فرد نقش داشت در کنترل نیروهای تندروی مسلح شیعه و مثلا مثال زد که روزی که این گروه ها به سفارت آمریکا حمله کردن در زمان تشییع جنازه حمله کردن، چطور این ابو مهدی مهندس بود که تونست بالاخره اونها رو متقاعد بکنه که بره. میگه ما هممون اعلام کردیم که استعفا میدیم، اما اون بود که رفت پادرمیونی کرد. و در مورد قاسم سلیمانی هم به همین اشاره کرد که قاسم سلیمانی به دعوت او به اینجا رفته بود. حرفاشو بشنویم. وللتاريخ اذكر ايضا بانني كنت برای ثبت در تاریخ بگویم که با آن شهید ساعت 8 صبح شهادتش قرار ملاقات داشتم تا پاسخ نامه عربستان سعودی را که ما به ایران داده بودیم به ما تحویل بدهد. هدف از این نامه ها رسیدن به توافق هایی برای حل مشکلات عراق و منطقه بود. جانب ایرانی للوصول الى اتفاقات وانفراجات مهمه في الاوضاع في العراق والمنطقه. عبدالمهدی بود، سرپرست نخست وزیری عراقی. یکی از بندهای این مصوبه اشاره شد کنترل گروه‌های مسلحه که بیشتر منظور هشت شعبی و همینطور بعضی از گروه‌های کوچیک خارج از اونه. دولت عراق توان عملی کردن این بند از مصوبه پارلمان رو داره؟ بخشی از نیروهای هشت شعبی با این موافقن که کاملا تبدیل بشن به نیروهای زیر نظر دولت و این رو پذیرفتن. بیشتر این بحث طعنه به گروه‌هایی بود مثل کتایب حزب الله یا نجبا که با اینکه زیر چتر هشت هستن اما فرمانبری کامل نداشتن و حتی الان تهدیدهاشون رو علیه نیروهای آمریکایی مشخصا بالاتر و بالاتر بردن. و به نوعی جمال، من فهم می‌کنم تصمیم امروز برای پایین آوردن احتمال حمله این گروه‌ها به پایگاه‌های آمریکایی بود، یعنی برای پایین آوردن تنش بود و اینکه بگن که به هر حال ما داریم تصمیم می‌گیریم که از طریق دیپلماتیک این نیروها رو بفرستیم، در نتیجه لازم نیست که شما دست از پا خطا بکنید و حمله بکنید. در یک ماه اخیر عراق صحنه تظاهراتی ضد دولتی و اعتراضی بوده که اتفاقا علیه ایران هم شکل گرفته بوده در خیلی از زمینه‌ها. اون اعتراض‌ها به کجا کشید؟ ادامه داره؟ بخشیش ادامه داره ولی خب تعداد کمتر شده، برای اینکه الان تمرکز رفته روی تحولاتی که در جریان نگرانی از وقوع جنگ و به نوعی تمام اون نگاه‌ها و فشارهایی که حتی بخشی بر روی هشت شعبی بود و میگفتن این گروه‌ها هستن که اومدن تعدادی از تظاهرکننده‌ها رو کشتن، الان این گروه‌های هشت شعبی در مقام مظلوم واقع شدن و بخشی از اون افکار عمومی داره میره به سمت حمایت از این گروه ها. برای همین هم هست خیلی از فعالایی که در تشکیل این تظاهرات نقش داشتن، من میبینم که دارن انتقاد میکنن از این اتفاقی که افتاده، از کاری که آمریکا کرده، با اینکه آقای پومپئو همین دیروز گفتش که مردم عراق از کشته شدن قاسم سلیمانی خوشحالن و از تظاهر کننده ها خواست به کارشون ادامه بدن، اما خیلی از تظاهر کننده ها، یعنی خیلی از کسانی که این تظاهرات رو سازماندهی میکردن، معتقدن که خیلی ضربه بدی بهشون خورد و خواسته هاشون الان دیگه به این راحتی نمیتونن خواسته شون رو به کرسی بنشونن. در داخل میدان تحریر هم ما میبینیم الان شعارهای هم ضد آمریکا دیگه داره شنیده میشه، هم ضد ایران، و یک بیانیه هم بخشی از این تظاهرکننده ها صادر کردن که ما حرفمون اینه که نمیخوایم هیچ کشور خارجی دخالت بکنه، اما عملا میگن که پایان کاری بود که شروع کرده بودن این وضعیت. ممنونم از نفیسه کوهنورد. اما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، هم از بروکسل بلژیک با ما هستند. آقای دستپیش، از یک طرف ما مصوبه پارلمان رو داریم و از طرفی هم کلمات اون و عبارات اون به گونه است که بعضی میگن شاید الزام‌آور نباشه. تلقی شما چیه؟ آیا این مصوبه به معنای رقم خوردن پایان حضور نیروهای خارجی خصوصا آمریکایی در عراقه؟
بنده فکر نمی کنم، چون این مسئله بسیار پیچیده تر از اونه. بر طبق قانون اساسی عراق دستور عمل های پارلمان برای دولت الزام آور نیست. این به اون معناست که دولت میتونه اینو انجام بده و میتونه انجام نده، مخصوصا دولتی که در حال حاضر وجود داره، دولت آقای عادل عبدالمهدی خودش، یعنی خود وزیر مستعفی، نمایندگان پارلمانی که در حال حاضر وجود دارن، این احتمال براشون خیلی زیاده که دیگر این پارلمان عراق رو نبینن. به همین دلیل دولتی که در آینده خواهد اومد، آیا اون این مسئله رو پیگیری خواهد کرد یا نه، در مجموع میزان پیچیدگی که در این مسئله وجود داره. فارغ از این، یک نوع قراردادی هست بین ایالات متحده و عراق که در 2007 و 2009 اون دوباره اصلاح شده. بر طبق این قرارداد هر طرفی که از این قرارداد خارج بشه یک سال فرصت داره و هر کسی که اون به اصطلاح فسخ کنه میلیون ها دلار باید غرامات پرداخت کنه، مخصوصا اگر دولت عراق این کار انجام بده. در مجموع پیچیدگی مسئله بسیار بیشتر از اون چیزی که دولت عراق یا نیروهایی که در اونجا هستند بتونن این مسئله رو به انجام برسونن. همچنان که اشاره شد، بنده فکر میکنم که فضایی که در عراق وجود داره، این مسئله به شیوه سمبولیک یا برای به اصطلاح به نوعی امکان این که این فشارها یا این نوع هیجانات به نوعی تخلیه بشه استفاده شد. ایران همیشه خواهان خروج آمریکا از عراق بوده. این اواخر آقای ترامپ هم گفته که علاقه‌ای به موندن در خاورمیانه نداره. آیا خروج نیروهای آمریکایی دست کم بخشی از اونها از عراق میتونه زمینه بشه که دو طرف فکر کنن برنده این ماجرا هستند؟ بندم فکر میکنم که اتفاقاتی خواهد افتاد. این اتفاقات به این معنا که اگر امریکایی ها به این نتیجه برسن که نیاز به این دارن که به یک نوع تسامحی با دولت عراق برسن، به این معنا که میزان فشارها را کم کنن، چون که بالاخره کشته شدن آقای سلیمانی جبهه ایران را ضعیف کرده، این به این معنا که بالاخره طرفداران اون متوجه شدن که آینده مشخصی ندارن و اگه قرار باشه این آینده وجود داشته باشه طبیعتاً با جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی هم در این موقعیت قرار داره. برای اینکه اگر این احساس وجود داشته باشه احتمال داره که این یک نوع تقسیم کار به وجود بیاد و این تقسیم کار رو بخشی حکومت اقلیم کردستان بر عهده بگیره و یه مقدار از فشارها بر دولت عراق کمتر بشه تا بلکه بتونه مسئله رو به سمت سوی سیاسی ببره. اما این یه طرف ماجراست. طرف دیگر ماجرا اینه که واکنش های جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا بازی رو به هم به فکر اینه که کلن بازی رو به هم بزنه یا نه به دنبال یه راهکار سیاسی یا یه حربه سیاسی است برای گذر از این بحران؟ در مورد نیروهای کرد هم گفتی، نبود نمایندگان کرد در رأی گیری امروز چه مفهومی داره؟ ببینید که ماهیت یا موجودیت بهتره بگم حکومت اقلیم کردستان منبعث از حمایت ایالات متحده و کشورهای غربی است. خب قاعدتا هیچ وقت حکومت اقلیم کردستان وارد صحنه نمیشه که مستقیما انگشت انتقام متوجه ایالات متحده باشه. در کلیت خودش اون چیز رفتاری که حکومت اقلیم کردستان در رابط خودش با بغداد و واشنگتن در نظر گرفته و در عین حال جمهوری اسلامی سعی میکنه بیشتر حالت میانجی یا متوازن کننده اینجا در این ماجرا ایفا کنه، به این معنا که در هیچ کدام از این معادلات به معنای طرف اصلی قرار نگیره. به همین دلیله که موارد حادی مثل امروز که از لحاظ سمبولیک مهم بود، حکومت اقلیم کردستان این تلاش رو نکرد که وارد این معادله بشه و خودش رو کنار از ماجرا ایستاد تا بلکه بگه که این مسئله اساسی بین ایالات متحده، بغداد و تهرانه، ارتباط خاصی با من نداره که بخوام هزینه بابتش پرداخت کنم. و در نهایت آیا شما هم مثل خیلی از تحلیلگران نگران یک درگیری هستید که کنترلش از دست همه طرف‌ها در خاورمیانه خارج بشه؟ خب ببینید، هیچ کسی نیست که به جنگ فکر کنه. کسانی که واقعاً
به جنگ فکر میکنن حتما باید مشکلاتی داشته باشن. مسئله اینه که بالاخره بحرانی به وجود اومده، این بحران میتونه ادامه دار باشه، میتونه مشکلات خاص خودش رو به همراه بیاره، اما بستگی داره به اینکه بازیگران کدوم راه انتخاب میکنن، راه عقلانی یا همون راههایی که قبلا پیگیری میکردن. مشکل هم اینجاست که جمهوری اسلامی بالاخره در صدده که به نوعی نشون بده که من هنوز هستم و به متحدانش نشون بده که من هنوز قدرت دارم، و این نوع واکنشه که احتمال داره بحرانی رو سبب بشه که کنترل اون از دست کسانی که عقلانی به سیاست فکر میکنن خارج بشه. ممنونم از حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه از بروکسل بلژیک با ما. همینطور آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی رو از واشنگتن با خودمون داریم. آقای آرامش، در درجه اول میخواستم واکنش شما رو به اقدام تازه ایران بپرسم. خروج به نوعی، خروج کنترل شده از برجام، یا اینطور که گفتن برداشتن همه محدودیت ها از غنی‌سازی، یکی از واکنش ها به کشته شدن آقای سلیمانی؟ خب این حالت مقابل مس داره، به خاطر اینکه در مرحله‌ای که الان هست جمهوری اسلامی خب کلا توان کلاسیک مقابله نظام با آمریکا نداره و خشم خودش رو در صورت مختلف نشون میده، از برجام به صورت کامل میکشه بیرون یا اون محدودیت ها رو لغو میکنه، یا از طرف دیگه برنامه‌ریزی میکنه برای حمله های آینده از طریق نیروهای نیابتی که در منطقه داره و سلول های نیابتی که در منطقه خارج از منطقه داره. به خاطر همین این قدمی است که اینها برداشتن، نشون میدن که خب دیگر با آمریکا نمیخوان به هیچ وجه من در وجود سر میز مذاکره بیان، و از اون طرف هم احتمال آنچنانی به میانجیگری های دیگر شرکای غربی ایالات متحده نداره. از طرفی هم در عراق پارلمان تصویب کرد که باید نیروهای آمریکایی، نیروهای خارجی از این کشور خارج بشن. بعد از هزینه های بسیاری که آمریکا در عراق کرد، این گام پارلمان چه معنا و مفهومی برای آمریکا میتونه داشته باشه؟ البته بر اساس اون درکی که من از قانون اساسی عراق دارم و خیلی هم درک عمیقی نیست، بر اساس اون چیزایی که بنده خوندم، تصویبات پارلمانی در عراق لازم الاجرا برای هیئت وزیران نیستن. البته وزن خودش رو داره، ولی به خصوص الان هم که یک دولت یک پا در زمین یک پا در هوا در عراق داریم و خود نمایندگان مجلس در پارلمان عراق هم معلوم نیست وضعشون چه خواهد بود، این فعلا نه تنها لازم الاجرا نیست بلکه از اون وزنش هم باز بیشتر میکاهد. این یکم. دوم، در اون به شکی نیست ایالات متحده از 2003 به این ور بسیار هزینه کرده. خیلی اصلا میگن اشغال عراق توسط ایالات متحده از اون اول اشتباه بوده و کلا معادلات منطقه رو به هم ریخت، عراق و افغانستان رو دو دسته تقویم جمهوری اسلامی کرد. ولی این بعد از خروج کامل نیروهای جنگی از سال 2012، فقط نگه داشتن نیروهایی در حد به اندازه فقط 5 گردان، نه حتی یک تیپ، در مناطق مختلف عراق، این رو کم کم و کم کم وارد این مرحله کرد که ایالات متحده خیلی نظر مثبتی به ماندن در عراق هم نداره، و حتی موقعی که جنگ سوریه شروع شد این نیروهای ویژه ایالات متحده بیشتر حضورشون در سوریه بود تا حتی در عراق، و الان دوباره حالا برگشتن به سمت عراق. در مجموع این که نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق باشن یا نباشن یک بحث دیگه است، ولی کلا نفوذی که جمهوری اسلامی در عراق داره، به خصوص خب اون رابطه تنگاتنگ که با شیعیان داشته در اونجا، از با احزاب مختلف، از حزب اعلای جمهوری انقلاب اسلامی بگیرید تا از احزاب قدیم مثل حزب دعوه و احزاب جدید مثل احزاب اهل حق و کتائب و غیر و ذلک و احزاب کرد در شمال عراق در اقلیم کردستان، اینها نفوذی هستش که خب بالاخره اونجا حیات خلوت اونها حساب میشه و برای آمریکا هم اینا همین هزینه داشته. آقای آرامش، شما مسائل امنیتی آمریکا رو با دقت دنبال میکنید، با پربیننده ترین رسانه ها در آمریکا همیشه در گفتگو هستید. آقای ترامپ با صدور فرمانی برای از میان برداشتن قاسم سلیمانی حرکتی هوشمندانه انجام داده، در مقطعی بسیار مهم و چهره بسیار مقتدر از خودش نشان داده، یا اینکه یک بی احتیاطی سیاسی کرده که پیامدهای اون معلوم نیست چه خواهد شد؟ اگر فاکتورها و متغیرها آن چیزی بود که 2-3 هفته پیش بود یا حتی تا شب قبل از مرگ سلیمانی بود، مثلا فاکتورها این بود که بالاخره این هنوز رهبر رئیس گروه قدس هست، حرکاتش و افکارش رو
رد و آمد و شدش زیر نظر بود، معلوم بود با چه کسای متحده با چه کسای نیست، و و در پی برنامه ریزی یک حمله گسترده نبود. من میگفتم خب اشتباهه و میگم این متقرر هم نمیدونیم اینها، ولی اگر نقطه دوم، اگر آقای سلیمانی و هادی و ابو مهدی مهندس و هم قطاران و هم کیشان این بود به خاطر بعد از حمله ایالات متحده، یعنی اون انتقامی که ایالات متحده گرفت به حمله موشکی اینها به یک مرکز نظامی، بعدم حمله ایالات متحده سه تا از مراکز کتار حزب الله رو زد، اگر اینها می‌خواستن حملات مجددی به خاک آمریکا، یعنی همون سفارت آمریکا که خاکش حساب بشه بکنن، و می‌خواستن حملات بزرگتر و گسترده‌تر رو ترتیب بدن، اون موقع جواب بر عوض میشه. یعنی بستگی به اون فاکتورها داره، اگر نه کار اشتباهی بوده و اگر بله خب کار درستی بوده. ولی از به صورت کلی که نگاه بکنیم، قاسم سلیمانی نه تنها یک رهبر نظامی مقتدر بود، ولی اون چیزی که بیشتر به میز می آورد اون کاریزماش بود و اون در گروه های شیعه میلیشا و مذهبیون شیعه و انقلابیون شیعه و اونطور انقلابیون شیعه مذهبی ضد آمریکایی ها در منطقه، ایشون یک جایگاه خاصی داشت. و همونطور ابو مهدی مهندس، حتی هادی آمری هم این جایگاه رو نداره. به خاطر همین این کشته شدنش و از بین رفتنش یک ضربه بزرگی است. آقای قاآنی که الان شدن رئیس یا فرمانده نیروی قدس، بالاخره اون هم از لحاظ نظامی کم شخص بی تجربه نیست، از لحاظ سازمانی و سازمانی میدانی شخص بی تجربه نیست، اما اون کاریزما و اون شخصی، مثلا میگم شما خمینی رو مقایسه بکنید با مرعشی نجفی، یا مثلا خمینی رو اون چیزی که برای خیلی از عوام و مردم حالت کاریزما داشت و اون رو پسندیده میکرد و محبوب میکرد و او داشت، ولی خیلی های دیگه خویی و غیر و غیر و ذالک نداشتن. این هم مثل قاسم سلیمانی بوده، آنچه که او در زمین و در میدان داشت رو خیلی از سردمداران و خیلی از نظامی ها و غیر نظامی ها، میلیشیایی ها که سالهای سال در میدان در سوریه، عراق و لبنان یا غیر بودند نداشتن. آقای خانم، شما در گذشته خیلی هوشدار میدادید نسبت به وقوع یک جنگ بین ایران و آمریکا، از جمله منتقدان حرکت آقای ترامپ بودید، الان چی فکر میکنید؟ من خب از منتقدان آقای ترامپ هستم به خاطر دلایل مختلف، هم سیاست خارجی هم سیاست داخلی، و از اون طرف هم نمیشه تحرکات و یاغیگری های جمهوری اسلامی رو نادیده گرفت. یعنی اینجا یک بحث سیاست خارجی ایالات متحده است و ناپختگی های شخص ترامپ، بخشم کارهای کاملا غیر منطقی و ایدئولوژیک و آتش یا هیزم با آتش بریز جمهوری اسلامی در منطقه است. متاسفانه از بعد از خروج ایالات متحده از برجام و بعد از اون هم تنش‌ها و اون درگیری‌هایی که در جمهوری اسلامی در منطقه، مثلا نفتکش گرفتن، پهپاد ایالات متحده رو زدن، با آقای ترامپ کاری نکرد، برآمدن آرامکو نفت در صنعت نفت عربستان سعودی رو زدن، باز هم انتقامی نشد. یعنی فکر کنم به جای رسید که الان آقای ترامپ گفته که خب نزدن هزینه‌اش بیشتر خواهد بود تا زدن. مسئله اینجاست، آیا دو طرف حالا باز این بعد منطقی باز فکر خواهند کرد یا نه؟ من همیشه یه زبان مسئله هست، میگن که جمهوری اسلامی it's homicidal but not suicidal، ممکنه که آدم کش باشه ولی خودکشی نیست، دست به خودکشی نمیخواد بزنه. یعنی جمهوری اسلامی همیشه اون چیزی که برش مهمه حیات نظام و بقای نظام هست، بخاطر همین در مناطق در محیط سر به زنگاه منطقی فکر میکنه. سر موقع جنگ ایالات متحده آمد، جنگ ایران عراق و نفتکش‌های ایران رو زد و سکوهای نفتی رو زد و بیشتر از نصف نیروی در ایران غرق کرد و برام ارباس یک سری مردم بیگناه در هواپیمای مسافر بری کشته شدن. حالا اون موقع بالاخره جمهوری اسلامی سر زانو آمد و مجبور شد قبول کنه، چرا؟ میدونست که ممکنه جنگ گستره تر بشه و اصلا خود نظام سقوط کنه. از اسرائیل اسلحه خریدن سال 86، کمک کردن به قیرو و زالک از لیبی و سوریه و کره شمالی و ویتنام اسلحه خریدن. یعنی موقعی که سر به زنگاه بیاد جمهوری اسلامی معمولا منطقی برخورد میکنه. الان ولی دو تا فرق هست در دنیای روابط اجتماعی و سوشال میدیا، و دوم در این و دوم هم در دنیایی که بالاخره یک شخصی رو به این بزرگی میکنید و اون رو به عنوان یکی از مهمترین اشخاص هم معنوی هم مادی هم نظامی هم کاریزماتیک عرصه میکنید و نقیب میاد اون رو میزنه و اعلام کردیت هم میکنه، اعلام به قول معروف اون رو ما زدیم، حالا میخوان چی کار کنن؟ اگر طرف مقابل یعنی ایران جمهوری اسلامی دست به حمله متقابل بزنه، ترس من از اینجاست که آقای ترامپ دیگر چون دستش از ماش بر نداشته و دستش ماش گذاشته، حملات دیگری هم بکنه. حالا دیشب میشه یه سری توییت زده که متاسفانه خیلی توییت های خرسند و به قول معروف خردمندانه نبوده. مثلا حالا شما میخواین تحت نظامی بکنید بکنید، ولی اینکه میگی میخوام بزنم
مراکز فرهنگی رو، خب این اگر بخواید مردم ایران رو ناراحت بکنید دقیقاً بیاد همین حرفا رو بزنید. ولی از اون طرف هم باید ببینید که جمهوری اسلامی دقیقاً اینجا کنش و واکنشش چه خواهد بود به این اصطکاکات. ممنونم از آرش آرامی، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن آمریکا. بابا در یکی دو روز گذشته ده‌ها گروه مختلف در آمریکا برای جلب توجه به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه تظاهراتی برگزار کردند. هزاران نفر در تظاهرات ضد جنگ در شهرهای مختلف از جمله واشنگتن، نیویورک و شیکاگو کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس نایب رئیس هشت شبی عراق را محکوم کردند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. تظاهرات ضد جنگ در واشنگتن پایتخت آمریکا. نزدیکترین صدای مردم به گوش‌های دونالد ترامپ. در لس آنجلس فریاد می‌زنند حمله دیگری از آمریکا نمی‌خواهند، از ایران حمایت می‌کنند. در شیکاگو تظاهرکنندگان مقابل برج ترامپ راهپیمایی کردند. و در چند شهر کوچک و بزرگ دیگر. این دیوانگیه که به یک کشور مستقل برید و یک فرمانده نظامی رو بکشید و بعد توجیه کنید که این کار رو برای جلوگیری از جنگ انجام دادید. عمده خواسته ها این هاست: خودداری از جنگ با ایران، پایان تحریم ها علیه این کشور، توقف عملیات در عراق و خروج فوری نیروهای آمریکایی از منطقه. همزمان با این تظاهرات، رئیس جمهوری آمریکا در توییتر از آمادگی نظامی این کشور در مقابل حملات تلافی جویانه ایران خبر داد. آمریکا به تازگی 2000 میلیارد دلار صرف تجهیزات نظامی کرده. ما بزرگترین و تا حالا بهترین در جهان هستیم. اگر ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا و یا هر آمریکایی حمله کند، ما بخشی از این تجهیزات زیبا را بیدرنگ به طرف آنها روانه می کنیم. این معترضان در فیلادلفیا میگویند پولها باید صرف کارآفرینی و تحصیل شود، نه جنگ و اشغالگری. آمریکا در جنگ‌های مختلفی در سراسر جهان شرکت کرده و مردم با پیامدها و هزینه‌های آن آشنا هستند. مردم یه ویتنام دیگه نمیخوان، چون جنگ با ایران بیشتر شبیه جنگ با ویتنامه تا جنگ با عراق. ویتنام، جنگی که 65 سال پیش آغاز شد، 20 سال طول کشید و حدود 60 هزار سرباز آمریکایی در آن کشته شدند. حمله پهپادی اخیر آمریکا در بغداد به کشته شدن فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و معاون هشت شعبی عراق منجر شد. ما دیشب اقدام کردیم تا جلوی یک جنگ را بگیریم. ما اقدام نکردیم که جنگی را شروع کنیم. قانون اختیارات جنگ مصوبه 1973 از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهد ظرف 48 ساعت کنگره را از عملیات نظامی مطلع کند. حالا دولت به کنگره اطلاع داده، اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا راضی نیست. اطلاعیه طبقه بندی شده به کنگره بر پایه قانون اختیارات جنگ بیش از اینکه پاسخ دهنده باشد پرسش برانگیز است. این سند پرسش‌های جدی و مبرم در مورد زمان‌بندی، شیوه و توجیه تصمیم دولت برای عملیات جنگی علیه ایران را مطرح می‌کند. تصمیم بسیار غیرمعمول برای طبقه بندی کامل این سند نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده و نشان می‌دهد که کنگره و مردم آمریکا در مورد امنیت ملی در بی‌خبری نگه داشته شدند. ساعتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، آمریکا از اعزام 3000 نیروی جدید به منطقه برای رویارویی با خشونت‌های احتمالی خبر داد. ایران گفته تلافی می‌کند. دیروز وزارت امنیت داخلی آمریکا سیستم ملی مشاوره علیه تروریسم را بروز کرد و هشدار داد که ایران قادر است دست کم حملاتی با تأثیرات مختل کننده موقت به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا انجام دهد. البته این وزارتخانه به تهدید خاصی در حال حاضر اشاره نکرده. با این حال
بوی جنگ به مشام بسیاری از مردم آمریکا رسیده و تا این ساعت عده زیادی را در مخالفت با آن به خیابان‌ها کشانده. مهدی بیگی، بی بی سی. سام فرزانه از واشنگتن به برنامه پیوسته. سام، واکنش وزیر خارجه آمریکا چه بوده به تصمیم مجلس عراق؟ در مورد مجلس عراق، آقای پومپئو وقتی که از او در برنامه تلویزیونی پرسیدن سعی میکرد که این واقعه رو خیلی کم اهمیت جلوه بده و دلیلی هم که میآورد اینه که نخست وزیر عراق در حال حاضر کسی است که پیشتر از مقام خودش استعفا کرده و فعلا به صورت موقت بر این مسند نشسته و آقای پومپئو اینطور میخواست این مسئله رو جا بندازه که شاید خیلی مهم نباشه حرفی که میزنه یا اقدامی که میخواد انجام بده و در این حال میگفت که آمریکا کاری میکنه که بمونه اونجا و کاری میکنه که به نفع کشور باشه و اینطور میشد از صحبتهاش نتیجه گرفت که آمریکا سعی خودش رو خواهد کرد که نیروهاش در عراق باقی بمونن. حرفهای آقای ترامپ یا به عبارت دقیقتر پیامهای اون بر روی سایت توییتر واکنش‌های زیادی برانگیخته، مشخصا اینکه به 52 مرکز از جمله مراکز فرهنگی وابسته به ایران حمله خواهد شد. در این زمینه پرسش‌های متعددی مطرح بوده، از وزیر خارجه آمریکا هم سوال شده. همینطور از آقای پومپئو پرسیدن که این چون طبق قوانین بین المللی خراب کردن مکانهای فرهنگی یا مکانهای مذهبی خلاف قوانین بین الملل هست و از او پرسیدن که آیا واقعا رئیس جمهوری آمریکا داره تهدید به انجام جنایت جنگی میکنه، واقعا یک همچین کاری رو داره میکنه. آقای پومپئو سعی میکرد که پشت این گفته‌ای که آمریکا هر کاری لازم باشه برای دفاع از شهروندانش انجام میشه میده، پشت این یک مقدار بیسته و بعد در این میان میگفت که نه، ما کاری نمی کنیم که مخالف قانون باشه. در یک مصاحبه گفت ما کاری نمی کنیم که مخالف قوانین آمریکا و در مصاحبه دیگه ای هم گفت که کاری نمی کنیم که ما که مخالف قوانین بین الملل باشه. به نظر میرسه که یک مقداری میخوان که از این عقب نشینی بکنن، از یک همچین تهدیدی که کردن. البته آقای ترامپ خیلی وقتا نشون داده که یه چیزایی میگه، اعضای دولتش سعی میکنن یه مقداری اون رو ملایم بکنن و بعد خود آقای ترامپ دوباره اون رو تکرار میکنه. بعد ببینیم اینم یکی از اون دفعات یا نه، ولی فعلا به نظر میرسه وزیر خارجه آمریکا داره سعی میکنه این موضوع رو جا بندازه که نه، خیلی هم مسئله مکانهای فرهنگی نیست، صرفا آمریکا داره این پیام رو میرسونه که آماده است به اهدافی که از پیش تعیین شده در ایران حمله بکنه. ممنونم از سام فرزانه در واشنگتن. بیشتر از 60 فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران با انتشار بیانیه خواهان تلاش مقام‌های ایرانی و جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ شدند. آنها حمله آمریکا به قاسم سلیمانی و کشتن او را حمله‌ای تروریستی خوانده و آن را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه همچنین به مقام‌های ایرانی هشدار دادند که به گفته آنها در دام جنگسالاران آمریکایی و اسرائیلی نیفتند. محمد رضا خاتمی، سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، پروانه سلشوری و فخرالسادات محتشمی پور از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس ایران از بروکسل بلژیک با ماست. آقای مزروعی، در چنین شرایطی که قدرتمندان در ایران حرف از انتقام میزنند و فضا هم فضایی بسیار احساسی و برانگیخته است، گوش شنوایی برای چنین توصیه پیدا میشه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، به نظرم اتفاقا در چنین شرایطی هست که بایستی چنین سخنانی گفته بشه و در مقابل این حادثه تروریستی جنگ طلبانه آمریکا تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی تدبیر و حکمت به خرج بدند و از این حادثه تروریستی که میتوند افشاگر چهره کریه نظامیگران و فاجعه آفرینان امریکا باشه در دنیا استفاده کنند و به نحوی
نشون بدن که نظام امریکا دنبال جنگ هست، دنبال به آتش کشندن منطقه خاورمیانه هست و هیچ حد و حریمی رو برای این کارهای جنگ طلبانه و تروریستیش نمیشناسه و ایران نباید در چنین دامی بیفته که بخواهد وارد جنگ علنی با امریکا بشود. توجه داریم که این اقدامی که امریکا کرده حق دفاع و حق عمل متقابل رو برای ایران محفوظ می‌داره، ولی این احتیاجی به این نیست که سرعت داشته باشه و در این فضای بسیار بسیار تیر و تار ایران بخواد عکس‌العمل نشون بده. پاسخ تندروها این بوده که اگر ایران سریع و متناسب عکس‌العمل نشون نده ممکنه که این حمله ها ادامه پیدا بکنه، فردا فردی دیگر و جایی دیگر. توجه دارید که این استقبالی که از تشییع پیکر شهید سلیمانی شده در ایران به خاطر این هست که همه مردم فکر میکنند جناب سلیمانی تمام دوره خدمت نظامی خودش رو برای دفاع از ایران و امنیت مردم ایران صرف کرده و این نباید به گونه‌ای بازتاب پیدا کنه که ایران وارد یک عرصه‌ای بشه که امنیت ایران و امنیت مردم ایران خدشه‌دار بشه. این کاملا روشن است که این ترور شهید سلیمانی توسط فرمان ترامپ کاملا یک عملی است که به ایران اعلام جنگ کرده، ولی برای مقابله احتیاج به سرعت عمل نیست، احتیاج به تدبیر و حکمت و استفاده از همه امکاناتی است که در منطقه ایران میتواند استفاده کنه برای اینکه به این اقدام تروریستی پاسخ مساعد و قوی رو بده. آقای مزروی، بعد از تحولات آبان و کشتار و سرکوب خشن معترضان در ایران، خیلی از همین چهره‌های اصلاح طلب میگفتن که دیگه مشروعیتی برای حکومت باقی نمونده. حالا تلاش میکنن که با جلوگیری از جنگ از این حکومت رو نجات بدن. من البته نمیدونم شما منظورتون کدام اصلاح طلب هست، برای اینکه من به یاد ندارم که اصلاح طلبی حکومت رو به دلیل اتفاقاتی که در ایران در آبان ماه افتاد غیر مشروع بدانه. البته نسبت به عملکرد حکومت و ناکارآمدی حکومت در تأمین مطالبات مردم و همینطور حمایت از معترضان و منتقدان و اینکه حق اعتراض به رسمیت بشه، اصلاح طلبان دیدگاه بسیار شفافی دارن. اما در این حال به این توجه دارید که ما در یک خانه زندگی میکنیم. همه اونهایی که در خانه ایران زندگی میکنند نسبت به امنیت و سرنوشت ایران حساس هستند و اینجا دیگه تقسیم بندی جناحی و سیاسی بر نمیداره. امروز من فکر میکنم تصاویری که از جمعیت‌های استقبال کننده از تشییع جنازه شهید سلیمانی در ایران ما داشتیم نشون میده که برای مردم اولویتشون در هر شرایطی تأمین امنیت هست، دفاع از مرزهای ایران هست و البته حاکمیت هم باید بتواند با استفاده از این فضا و جو برنامه‌ای رو در پیش بگیره که در جهت تأمین رفاه، توسعه و امنیت مردم و انسجام و وحدت داخلی مردم باشه. به هر حال من فکر میکنم که اقدامی که از سوی امریکا علیه ایران صورت گرفته این کاملا متفاوت است از اونچه که ما در مسائل داخلی و خانوادگی خودمون داریم. ممنونم از علی مزروی، نماینده پیشین مجلس از بروکسل بلژیک با ما.
پیش از برنامه گفتگویی داشتیم با سولومه اندرسون، خبرنگار آمریکایی. پدر او تری اندرسون روزنامه‌نگاری بود که حزب الله لبنان او رو در لبنان به گروگان گرفته بود. از او پرسیدم نظرش درباره توییت دونالد ترامپ و احتمال حمله به 52 مکان مربوط به ایران چیست؟ فکر میکنم شرایط بسیار متغیره. من یک روزنامه نگارم و پیش از این درباره عراق و لبنان گزارش تهیه کردم. شرایط اونقدر پیچیده است که فکر میکنم حتی دولت ترامپ هم نتونسته به طور کامل اون رو درک کنه. کشتن سلیمانی هم مصداق این ناآگاهی از شرایطه. دولت دونالد ترامپ میگه که صبرش تموم شده و میخواد برای همیشه یک بار مشکل با ایران رو حل کنه. شما چی فکر میکنید؟ حل مسئله یک بار برای همیشه؟ اصلا آیا این کار ممکنه؟ مطمئن نیستم کشتن سلیمانی یک بار برای همیشه مشکل رو حل میکنه یا نه. تبعات این اقدام آمریکا میتونه این باشه که ایران حرکتی تلافی جویانه انجام بده. همونطور که رهبر ایران امروز گفت به مراکز نظامی حمله خواهند کرد. به نظر میرسه اینکه ایران چگونه تلافی کنه مهم نیست. برای ایران مهمه که این کار رو انجام بده. من فکر میکنم آمریکا واکنش محکمی به این اقدام تلافی جویانه خواهد داشت. فکر میکنم هیچ مسئله‌ای حل نشده که هیچ بدتر هم شده. اینطور به نظر میاد که شما با سیاست‌های آقای ترامپ موافق نیستید، ولی افکار عمومی در آمریکا چه فکر میکنه؟ آیا آقای ترامپ حمایت لازم رو در میان آمریکایی‌ها داره؟ افکار عمومی در آمریکا یک دست نیست. جالبه که حتی بعضی از طرفداران آقای ترامپ هم میگن کشتن قاسم سلیمانی اشتباه بوده. من اطلاع ندارم که آیا نظرسنجی در این زمینه انجام شده یا نه، اما به نظر من افکار عمومی منتقد اقدام ترامپه. این به معنای مخالفت من با ترامپ نیست، بلکه من به عنوان کسی که درباره خاورمیانه تحقیق کردم نمیتونم درک کنم دلیل این کار ترامپ چه بوده. رئیس جمهوری میگه دلیل حمله به سلیمانی این بوده که در حال طراحی و انجام حمله خونین علیه آمریکا بوده. اما همزمان گزارش‌هایی منتشر شده که این ادعا رو رد میکنه. به نظر من این اقدامی غیر منطقی بود. من نمیتونم بفهمم آمریکا چه دستاوردی از این اقدام داشته. پدر شما به گروگان گرفته شد. وضعیتی که ایجاد شد بر زندگی شخصی شما اثر گذاشت، در اون باره کتاب نوشتید. نگرانی شما فقط غیر نظامیان در خاورمیانه است یا ممکنه که مردم آمریکا هم بهایی رو بپردازند؟ It's been a long time since America has experienced a war within its borders. سالهاست که آمریکا در داخل مرزهای خودش درگیر جنگ نشده. خیلی بعیده که تنش‌ها در خاورمیانه به داخل خاک آمریکا هم کشانده بشه. اما شهروندان آمریکایی هم از این تنش‌ها ضرر خواهند کرد. بخش مهمی از مالیاتی که آمریکایی‌ها می‌پردازند صرف جنگ میشه. همزمان نظامیان آمریکایی هزینه خواهند داد. خسارت جانی و مالی ارتش آمریکا بیشتر از خسارت به شهروندان عادی خواهد بود، ولی در مجموع مردم خاورمیانه بالاترین هزینه رو میدند. گفتگوی من بود با سولومه اندرسون، خبرنگار آمریکایی، که پدر او تری اندرسون روزنامه نگاری بود که در لبنان به گروگان گرفته شده بود سالها قبل. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.